برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داریم با حسن حکیمی، فعال مدنی در غور. آقای حکیمی سلام بر شما. در ابتدا از این بگویید که تا به حال چه اقداماتی برای رسیدگی به قضیه رخشانه در غور صورت گرفته؟ خب به نام خدا سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون یاران هرات. همطور که شما هم در جریان هستین، اداره محلی فقط تا هنوز پاسخش همی بوده که ما عاملین یزیر شناسایی کردیم و دولت مرکزی هم مثل قضیه های گذشته گفتم یک هیئت تعیین کردم که هنوز هیئتش هم به غور نیامده. ما تجاربی که از سالهای گذشته داریم، از قضایای دیگه در غور داریم، فقط چند روزی که رسانه ها این مسئله رو منعکس میشن، دولت پاسخ میگه که ما تلاش داریم که قضیه حل شوه و عاملین ازی دستگیر شوه. ولی من فکر کنم که اگر همین قسم ادامه پیدا کنه، مثل قضایای دیگه به فراموشی سپرده خواهد شد و ما هیچ گونه دستاورد نشمشیم. آقای حکیمی، افرادی که اقدام به سنگسار رو رخشانه کردن طالبان مسلح هستن یا اینکه افراد مسلح غیر مسئول؟ خب دولت تمام از این شناسایی کرده و این آشکار هم بوده، چیزی پیمان نیست که مثلا این مولای یوسف بوده، مولای هاشم بوده، دیگه افراد طالبان که در منطقه فعالیت دارن در حدود 20-25 نفر لیست پیش دولت هست. آدم های سرشناسی هستن، قریجاتشان معلوم است، خانه هایشان معلوم است، فعالیتشان معلوم است، یا شناسایی شده. این ضرورت به شناسایی هم نه، چون اینا یا شکار یا عمل انجام دادن. فیلمی که در رسانه ها برآمده تمام هویت از این افراد معلوم است و دولت بخواستی نخواستی افراد افشا بود، مردم کل بشناخت. به عنوان آخرین پرسش از این بگویید که چرا رویدادهای محاکم صحرایی در غور نسبت به دیگر ولایات بیشتر است؟ دلیلش روشن است، دلیلش عدم حاکمیت قانون است، عدم حاکمیت دولت است، افراد مسلح خودسر است، دیگر نشان دادن قدرت و زور و این مسائل است، فقط امی هست، دیگر هیچ دلیل. بله آقای حکیمی صدای ما دارین؟ به دلیل مشکل تکنیکی ارتباط ما با آقای حکیمی فعال مدنی در غور قطع شد. تا لحظاتی بعد ادامه خبرها.